سلام به دوستان عزیزم، سلام به همه شما عزیزان. خیلی برم یه خیلی خوشونت به خرج دادم، من این ترچم افتاد، بقیه شما مهم نیست. خب ببخشید منو، خیلی ببخشید. خب ممنونم از همراهیتون دیگه. پس امروز به سلام علیک نمیرسیم، شروع کنم. اولا از همه دوستان خواهش مونم برای سلامتی خانم سپهری، کسانی که به دعا اعتقاد دارن دعا کنن، کسانی که حالا هر نوع آرزوی مثبت، انرژی مثبت، هر کس به طریقی که صلاح میدونه نسبت به سلامت خانم فاطمه سپهری، بانوی بزرگ ایران زمین و مادر ارزشمند معنوی بسیار از ماها. حالا سن و سال مطرح نیست، چون واقعا جایگاه مادری داره و بانوی شایسته ایران زمین و برای آزادی برادرانشون و برای همه عزیزانم که در زندان ها بیمار هستن. ولی خب خانم سپهری وضعیت خاص دارن. من کلیپ مادرشون رو دیدم که بسیار متاثر و نگران بودن، هم نسبت به سرنوشت خانم فاطمه سپهری و هم نسبت به سرنوشت دو پسرشون محمد و حسین سپهری، که در به دلیل انتقال پیام خانم فاطمه سپهری بازداشت شدن. در همون شهر مشهدی بازداشت شدن که رهبر الدنگ، دروغگو، بی وجود و بی جربوزه جمهوری اسلامی دو سال پیش سخنرانی میکرد و میگفت هر کس بگه کسی به خاطر اظهار نظر برخلاف جمهوری اسلامی در زندان دروغ میگه. حالا خانم فاطمه سپهری پیامی داده و وعده داده که علی خامنه‌ای رو مثل علف هرز درو خواهیم کرد و برادر شجاعش این پیام رو منتقل کرده. خب این خانم سید بهاره پورحسینی میگه من فقط از این افراد با این اسمها رو برنامه نیستیم، چه نوع زن و مرد مفعولیه، ولی اینجا رو پیدا کرده برای ادرار کردن تو خونه خودشون، لابد به سر روی همدیگه خانوادگی به سر روی همدیگه ادرار میکنن.
بگذاریم. یه اشاره من میکنم به بحث زاهدان. تصاویر اومد، اولا شجاعت مردم ستودنی، درود بر مردم سیستان و بلوچستان و مولوی عبدالحمید، درود بر استقامتشون، درود بر شجاعت و پایمردیشون. نکته جالب این که دادستان زاهدان گفتین تصاویری که از مجروح و زخمی شدن بعضی از افراد منتشر شده مراد امسال نیست. خب تا حالا تکذیب میکنن که ما اصلا آدم نکشتیم، مجروح نکردیم، هرچی تصویر هست مأمور نما بودن، خودزنی بوده، نمیدونم این ضد انقلابا خودشون میزنن فیلم میگیرن. حالا حداقل اعتراف کردن که مال امسال نیست، همش فیلم مال امساله، ولی همونقدر که اعتراف میکنن که اینا آدم کش هستن و دست به قتل و غارت میزنن، ولی حالا امسال نبوده، خودش همینم هم غنیمت. خب ببینید، یکی از کارهای جمهوری اسلامی اینه که من که به شما میگم اینا اجازه پیدا کردن حتی روی استیج ها رسما ادرار به هیکل و به نام علی خامنه ای بکنن، اینه میفرستن مثلا افراد رو بیان یه عبارت توهین‌آمیز میگن که مثلا بعدش اسکرین شات بگیرن بفرستن جای دیگه بگن که اینا تو صفحه واحدی این اتفاقات افتاده. ولی واقعیتش اینه که علی خامنه ای و روح الله خمینی عملا ادرار کردن بر قرآن و احکام قرآن. شما خیلی نگران چیز دیگه نباشید. ادرار کردن بر بسیاری از چیزهایی که برای مردم مورد احترام بوده، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی. بگذاریم. ببین دوستان، من دیروز صحبت وعده دارم که در مورد این موضوع مثلا افشاگری علیه لابیست های جمهوری اسلامی صحبت کنم. ببینید، به نظر من چند شاخه داره، چند هدف داره و چند پیچیدگی خاص خودشو داره. نگاه کنید، اول اینکه افرادی که علیهشون افشاگری شده، هیچ یک از این افرادی که در این افشاگری اسمشون اومده موضوع جدیدی برای اکثر غریب به اتفاق ایرانی نیست. یعنی مثلا مردم نمیدونن خانم آریان طباطبایی چه نقشی داره ایفا میکنه، آقای علی واعظ مثلا مخفی میکرد که رفته بشه رفسنجانی با افتخار عکس یادگاری گرفته، عدنان طباطبایی خودش و پدرش مگه نقششون، حتی اینا افتخار هم میکنن به این گندکاریاشون. علتی هم میگم گندکاری، ببینید من معتقدم هر کس، بارها گفتم هنوز میگم، هر کسی که به هر نیتی باعث بشه که عمر جمهوری اسلامی یک روز اضافه بشه، این انسان خائن به ایران و ایرانیه. دلایل هم گفتم، یعنی دیدیم که هر یک روزی که میمونه، در یک روز موندنش هواپیمای اوکراین رو میزنه، در یک روز موندنش دانش آموزان رو مسموم میکنه، در یک روز موندنش قرارداد ذلتبار با چین امضا میکنه، در یک روز موندنش قرارداد با روسیه امضا میکنه، در یک روز موندنش تصمیم میگیره که یک پروژه افتتاح کنه که میلیاردها دلار هزینه و خسارت برای کشور داره. پس هر کس به هر بهانه ای، از جمله بهانه جلوگیری از جنگ، که این خودشون هم میدونن بهانه دروغیه، یعنی جنگ بعدیش اینه که باعث به خطر افتادن جان انسان ها میشه، اموال انسان ها رو از بین میبره، آسایش و آرامش رو از بین میبره، اضطراب ایجاد میکنه. مگر جمهوری اسلامی غیر از این کارا رو میکنه؟ مگر جمهوری اسلامی هر روزی که هست مستقیم و غیر مستقیم صدها و هزاران نفر رو نمیکشه؟ بسیاری از بیماری های ناشی از آلودگی ها به خاطر عملکرد مدیریتی جمهوری اسلامیه. بسیاری از خودکشی ها، من اینو بارها مطرح کردم، آیا فقط کسی که توسط موشک و سلاح کشته بشه مظلومه؟ اگر با چوبه دار و تناب دار کسی کشته بشه مظلوم نیست؟ شما هیچ عرصه ای از قتل و غارت سراغ دارید در تاریخ و جغرافیا، یعنی در طول تاریخ و در پهنه جغرافیا هیچ نوعی از آدم کشی، آدم خاری، دزدی، فساد، تباهی سراغ دارید که هر روز در جمهوری اسلامی نمودش مشخص نب، یک نمادی ازش وجود نداشته باشه؟ پس اینا که میگن ما برای جلوگیری از جنگ رفتیم لابی کردیم، دروغ میگن. برای اینکه میدونم، میگم جنگ، خود کلمه جنگ که مشکل نداره، جنگ به خاطر تبعات و پیامدهاش بده. آنچه که ممکنه کسی تصور بکنه که پیامد بدترین جنگ میتونه باشه، در عادی ترین روز جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. خب حالا من به این جهت میگم هر کس باعث تداوم جمهوری اسلامی بشه، خب این افراد خودشون اذعان دارن به این که رفتن به خاطر که مثلا جلوی جنگ رو بگیرن، مثلا جلوی تحریم رو بگیرن. جمهوری اسلامی خود تحریمی داره میکنه، به این بهانه ها مذاکره کردن و مخفی هم نکردن. اینم که میگم خود تحریمی، ببین دوستان عزیز،
وقتی که رهبر الدنگ جمهوری اسلامی که رفیقش شفیق هاشمی رفسنجانیه که علی واحد باش عکس میگیره میاد با صراحت میگه دستور دادم واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد نشه، وقتی بی سوادی رو میذارن در رأس وزارت بهداشت، در رأس وزارت علوم، در رأس ریاست جمهوری، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، اینا باعث قتل و غارت مردم، اینا افتخار میکنن به آدم کشی، افتخار میکنن به خود تحریمی. مخبر میگه منو دو بار تحریم کردن، من شخص من رو رفتم وکیل گرفتم رفع تحریم کردیم، ولی برای رفع تحریم مردم هیچ غلطی نکردم. پس برای رفع تحریم هم اونجایی که منفعت خودشون باشه انجام میدن. خب حالا میخوام بگم این چهرهایی که معرفی شدن و بعضی از افرادی که معرفی نشدن، بعضیشون انقدر وقیحن که طرف میاد میشه تلویزیون میگه دلیلی ندارد جمهوری اسلامی موشک بزنه به هواپیمای اوکراینی. اون یکی میاد میگه که نه مسئله حجاب اونطور که میگن در ایران خطرناک نیست. اون یکی میاد میگه نه این حرفایی که در مورد تظاهرات در ایران میزنن دروغه. خب این آدمای وقیح که به دلیل اینکه اصلا پول میگیرن که این مواضع علنی رو داشته باشن بعضیاشون، دلیل نداره مخفی کنن. اگه مخفی کنن که فایده نداره. من حالا میخوام برسم به اصل کار که مخفی هستن. خب حالا یک افشاگری انجام شده در مورد کسانی که تماما برای مردم شناخته شدن. موضوع از کجا شروع شد؟ موضوع یعنی به نظر من این روند از اونجایی شروع شد که به اعتقاد من به دلیل اون درگیری هایی که بین بایدن و نتانیاهو وجود داره، گروه حاکم بر اسرائیل که متکی هستن به پشتیبانی گروهی از در واقع لابی صهیونیستی در اینجا لابی صهیونیستی عبارت بدی نیست، حالش مورستان به کار میبره، متکی به لابی صهیونیستی و لابی یهودی های متنفذ و با نفوذ در اینجا هستن، از طریق اونها نتانیاهو با توجه به اینا مستظهر به پشتیبانی اینهاست، برای گرفتن حال جناب بایدن اومدن. من معتقدم اونها دسترسی پیدا کردن به اسناد محرمانه و اونها با رابرت مالی رو لو دادن. خب طبیعتا وقتی رابرت مالی لو رفت حتما خیلی چیز دیگه هم لو رفته. حالا اینجا برسیم به این نکته که ببینید، من همون موقع که مالی مسئلهش مطرح شد که تعلیق شد، اومدم گفتم به من معتقدم که اسرائیلیا وارد سیستمای حالا به هر روشی که خودشون میدونن به اسناد و مذاکرات و روابط پشت پرده رابرت مالی پی بردن و اونها لو دادن و جوری هم لو دادن که قابل انکار نبوده. خب معتقدم کسانی که به اسناد رابرت مالی پیدا کردن، دست پیدا کردن به اسناد و مدارک مربوط به این لابیستای ایرانی از کوچیک و بزرگشون، از حقیر و غیر حقیرشون دسترسی پیدا کردن و اطلاعات از جا در رفته و اطلاعات کاملا مستند هم هست که کسانی که در آمریکا و اروپا دارن افشاگری میکنن خیارشون راحته که این افراد نمیتونن برن شکایت کنن. یه چیزی که به علم در واقع به یقین من اضافه کردیم بود که مناظره بی بی سی داشت بین علی واعظ و آقای شرف الدین. شرف الدین گفت ما از طرق غیر قانونی به دست نیاوردیم، یعنی پس هک نمیتونه باشه حداقل تو این مرحله. به گمان من حالا به هر طریقی که دست آوردن، یا اونا میتونن بگن ما هک نکردیم مثلا از یک دولت معتبر مثل دولت اسرائیل گرفتیم. خب پس اولا نکته اینه که این افشاگری از زمانی شروع شد، یعنی مبناش از زمانی شروع شد که رابرت مالی مسائلش لو رفت و این لو رفتن از داخل دولت آمریکا نمیتونه باشه، چون چیزی که سیاست دولت آمریکا است، یعنی رابرت مالی که تحمیلی به دولت آمریکا نیست. دموکرات‌ها از روز اول دشمنی ویژه‌شون با ملت ایران رو نشون دادن، از زمان انقلاب تا امروز هر اتفاق افتاده، جز دوره کلینتون که یه مقداری حالا تحریم‌های موثری رفت ولی اونجا اون موقع حالا باز متفاوت بود. معنیش این نیست که حالا جمهوری خواه رفیق ملت ایرانن، اما در دشمنی با ملت ایران دموکرات‌ها وقیح‌ترن. خب این سیاست کلی دولت بایدنه، پس چیزی نیست که بگیم رابرت مالی بهش تحمیل شده، وسط کار فهمیدن رابرت مالی بهش تحمیل شده، بعد مثلا رابرت مالی پسرخاله دست دیزیه مثلا دخترخاله بایدن بوده، باش رو درواسی داشتن، باید حتما یه مدرکی رو می‌کردن که برکنارش کنن، بعد مثلا هکش کردن کاری کردن. نه این حتما یک چیز خارج از دولت آمریکا ولی بسیار محکم و معتبر، طوری که علارغم انگیزه‌ای که دولت آمریکا داشته برای حمایت از رابرت مالی، دیگه امکان حمایت ازش وجود نداشته. طبیعتاً بعد از لو رفتن رابرت مالی ارتباطاتش هم لو رفته و این افرادی هم که باش ارتباط داشتن حتما لو رفتن. حالا میتونه منبعی غیر از رابرت مالی هم باشه، یعنی همونطوری که اسرائیلی‌ها رابرت مالی رو بی‌آبرو کردن، رسواش کردن، اسنادش رو افشا کردن، ممکنه کسان دیگه هم باشن که اسمشون برای من شما خیلی مشهور نباشه ولی در جریان لابی ها باشن و لابی ها باشن
و من احتمال قوی میدم که اسرائیل رو هم سوار شده و اعتراض جنگ کرده. خب حالا به هر دلیلی این اتفاق افتاد و این اسناد اومده بیرون، از هر طریقی هم به دست آوردن، به نظر من تو نتیجه که من میخوام بگیرم تأثیری نداره. در این افشاگری ها که اینقدر با سرسر انجام شد، دو سه نفر چهره کاملا مشخصی که خودشون هم موازهشون مخفی نمی کنن. بله ممکنه مثلا ما خبر نداشتیم که طرف وقتی میخواد یه مقاله بنویسه ایمیل میزنه اجازه میگیره از جمهوری اسلامی، ما شاید خبر نداشتیم، ولی مهم نتیجه کار بود که تمام کارهایی که نامی کردن هیچ کنمش در راستای منافع ملت ایران نبود، در راستای منافع جمهوری اسلامی بود، که هیچ آدم عاقل و هیچ آدم با شرفی تردید نداره که چیزی که به نفع جمهوری اسلامی باشه به ضرر ملت ایرانه. خب پس اینا چیزایی بود که معلوم بود که اینا دارن به نفع جمهوری اسلامی کار میکنن. حالا میگم شاید جزئیاتشو نمیدونستین که طرف انقدر حقیره که برای اینکه یه مقاله منتشر کنه باید اجازه بگیره، یا نه چون مقاله رو به سفارش نوشته باید اول تاییدیه سفارش دهنده و ارباب رو بگیره و منتشرش کنه. ولی در نتیجه که در نتیجه موضوع که موضوع شناخت ما از این افراده به نظر من تغییر جدی نکرد. در یک کلمه چهره های سوخته شده یه مقدار مستندتر افشا شدن، نه اینکه سوختن، سوخته شده بودن قبلا. یعنی الان ملت ایران دو دسته هستن، اکثریتی که هر نوع رابطه با جمهوری اسلامی رو باعث تعفن و ننگ و سرشکستگی میدونه، اقلیتی که اینها رو میدونه ولی به خاطر پولی که بهش میدن تحمل میکنه. نگاه این دو طیف به لابیستای جمهوری اسلامی که عوض نمیشه، یعنی کسی که معتقد جمهوری اسلامی اگر بماند به ضرر ملت ایرانه برای این عقیدهش روز به روز داره استوارتر میشه، و کسی هم که به انگیزه مالی داره کار میکنه خب تا روزی که میتونه به تیغ جمهوری اسلامی کار میکنه، پس تغییر ایجاد نمیکنه. پس میگم مهمش اینه که این افشاگری علیه کسانی انجام شد که به طور عام خودشون هم از اینکه لابیست جمهوری اسلامی معرفی بشن یا حامی تلویحی یا صریح جمهوری اسلامی تلقی بشن ابایی ندارن. میگم وقتی کسی میره با رئیس مجمع تجدید مسند که پدر قاتلان این ملت، حالا ممکن در اواخر عمرش مقداری تعدیل شده بود که اونم حالا مشخص نیست به خاطر اینکه حذفش کردن یا نه واقعا دیگه متحول شده بود، با اون میره عکس یادگار میگیره دیگه، حتما ناراحت نمیشه اگه بهش بگن لابی جمهوری اسلامی، یا اگر بیان بگن که ایشون ارتباط داره با مقامات جمهوری اسلامی. میگه طرف رفته عکس یادگاری گرفته در شرایطی که یک آدم عادی اگر میرفت ایران دستگیرش میکردن، میرفت برای ملاقات خانواده، طرف میره اونجا با رئیس مجمع تجدید مسند ملاقات میکنه، اونم در شرایطی که ظاهرا هاشم رفسنجانی قدرت سابق رو نداره. این نکتهش مهمه. ببینید حالا یکی دو سال برای پایین ترش سیامک و محمد باقر نمازی رفتن ایران به خاطر حالا به نظر میرسید ارتباطاتی که با دولت روحانی داشتن، میخواستن برن کار اقتصادی بکنن، رو رج و لجبازی که سپاه با روحانی داشت دستگیرشون کرد، ولی کسانی که رفتن با رفسنجانی عکس گرفتن کسی کارشون نداشت، رفتن به راحتی عکس گرفتن و برگشتن. نکته بعد اینه که حالا این چرا افشاگری از طریق یک تلویزیون خاص، تلویزیون ایران اینترنشنال اتفاق افتاده. ببینید ما وقتی که میخوایم رفتار دولت آمریکا رو ارزیابی کنیم، خواسته های شخصی افراد در آخرین مرحله قرار میگیره، اما وقتی میخوایم یه حکومت مثل جمهوری اسلامی مثل عربستان رو بررسی کنیم، خواسته های شخصی، علاقمندی های شخصی، کینه های شخصی، شیفتگی های شخصی، شیدایی های شخصی، شهوات شخصی افراد هم تأثیر داره. عربستان هم از جد مثل جمهوری اسلامی. من قبول دارم که سران عربستان هم با کفایت تر از مقامات جمهوری اسلامی هن. هم خدمات بیشتری کردن، هم عاقل ترن و هم تا حدودی حالا به خصوص از وقت محمد بن سلمان اومده یه مقداری دارن سعی میکنن به دنیای مدرن نزدیک بشن، ولی کماکان مسائل شخصی کماکان که میبینید وقتی بحث خاشقچی پیش میاد، محمد بن سلمان اصلا همه چیز میذاره زیر پا میره طرف میدن با عره تیکه تیکش بکنن، تا این حد مسائل شخصی دخالت داره. خب اینو از چه جهت گفتم؟ عربستان با تمایل خودش، تمایل از این جهت که چون میخواد کشورش امن باشه برای سرمایه گذاری، میخواد از مزاحمت های لات های طرفدار جمهوری اسلامی جلوگیری کنه، وساطت چین رو پذیرفته برای رابطه با جمهوری اسلامی. اما اینجا مسئله شخصی ایجاد میشه با توجه به درشتگویی ها و اهانت هایی که مقامات جمهوری اسلامی تو همین 4-5 ماه پیش به مقامات عربستانی کردن. عربستان نیاز داره که به خاطر میگم اینجا دیگه بحث سیاسی بذارید کنار، نیاز داره که جمهوری اسلامی رو تا جایی که میتونه تحقیر هم بکنه، یعنی هم یک نوع ارضاء مسائل شخصی سران عربستان هست. ضمن اینکه این تحقیر باعث میشه که عربستان وقتی میشینه پشت میز چه حوسی ها بگه آقا ناکن اربابتون که جمهوری اسلامی اینقدر ذلیل و حقیر شده، مثلا
وزیر خارجه عربستان که میخواد با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تو راهروهای سازمان ملل ملاقات کنه که یک پروتکل مشخصی داره، میشن دور یه میزی، هیچکونو بعد اون طرف برتری نداره. عکس پادشاه شما تو هیچ ملاقات رسمی مقامات عربستان یا مقامات هر کشوری با کشور دیگه در سازمان ملل این نمیرید که عکس پادشاه و فقط هم به پادشاه اکتفا نکردن، پادشاه و ولیعهد عربستان رو میذارن رو میز وسط بین وزیر خارجه عربستان و وزیر خارجه جمهوری اسلامی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جرئت نمیکنه عکس رهبر ارلنگش رو بذاره اونجا، بهش اجازه نمیدن. این یعنی تحقیر جمهوری اسلامی. تحقیر جمهوری اسلامی یعنی اینکه طرف بیاد اینجا وقتی میخواد مصاحبه انجام بدن بگه تو این اتاق که عکس قاسم سلیمانی من نمیام. طرف ما داره مسئله حل کنه، این مسئله ظاهرا باید مسئله جزئی باشه ولی این کارو نمیکنه. نمایش تحقیر جمهوری اسلامی، نمایش حقارت جمهوری اسلامی، اون تحقیر بود، یه حقارت هم دارن، حقارت که در واقع خودشون تحقیر میکنن. اینه که روز ملی عربستان که فرا میرسه، رئیسی خب یک پروتکل کشوری که با هم رابطه دارن، حتی اگه روابطشون خیلی صمیمی نباشه، روز ملی پیام میفرستن، تا اینجا اشکال نداره. رئیسی برای پادشاه عربستان باید پیام بده، اما برای ولیعهد هم جداگانه پیام میده که جزء پروتکل نیست، یعنی حقارت نشون میده. عربستان به نظر من برای اینکه این حقارت جمهوری اسلامی رو نمایش بده و تحقیر کنه جمهوری اسلامی رو، نیاز داره از هر سوژه استفاده کنه. و من معتقدم در مذاکراتی که بین عربستان و اسرائیل اخیراً اتفاق افتاده، یک توافقات نانوشته شده برای تحقیر جمهوری اسلامی توسط اسرائیل هر جای دیگه به نفع عربستان. حالا ببینید شما، حالا بریم از اول موضوعی که من گفتم. معتقدم مدارکی که رفته بیرون کار اسرائیلی است. اینو من 3-4 ماه پیش وقتی که رابرت مالی افشا شد روابطش و تعلیق شد اینو گفتم. کماکان معتقدم به دنبال اون یه سری اسناد مدارک هم لو رفته و اسرائیلی ها کماکان در افشای مدارک نقش داشتن. خب حالا باید یه جا این مثلا منتشر بشه. کجا منتشر بشه؟ در یک تلویزیون منتشر میشه که بر اساس برداشت و فهم عمومی اسپانسرش عربستان سعودیه. حالا عربستان سعودی که قرار جمهوری اسلامی ادعا کرد ما با عربستان تفاهم کردیم، نمیدونم به هم نزدیک شدیم، خامنه ای میگه سیاست‌های خوب آقای رئیسی که رابطه با عربستان اصلاح شده، در تلویزیونی که ظاهرا متعلق به عربستانه رسوایی جمهوری اسلامی فریاد زده میشه. این میشه تحقیر جمهوری اسلامی. یعنی چیزی که کلا ارزش زیادی نداره، به دلیلی که میگم سوخ اخبار سوخته است نسبت به کسانی که الان دیگه قدرت ایفای نقش ندارن، به خاطر که چهرهشون کاملا افشا شده و یه مقدارش خودشون افشا کردن، یه مقدارم بعد از مسئله رابرت مالی افشا شده. حالا چه هدفی رو دنبال میکنن؟ این نکته بعدش اینه که اولا میگه از کجا اومده، چرا در یک تلویزیون خاص، در تلویزیونی که به شدت مخاطبش افت کرده به دلیل مسائل مختلف، اما هم باید اون رو زندهش بکنن و هم بایستی پوانه در واقع تحقیر جمهوری اسلامی گیر عربستان بیاد. در همجرد از طریق تلویزیونی که اصلا من راست دروغش کاری ندارم، تلقی افکار عمومی که این تلویزیون واسه عربستانه و هزینش عربستان میده، از در حالی که قرار هست روابط خصمانه جمهوری اسلامی و عربستان رو به بهبود بره، تنش ها کاهش بده کنه، اون تلویزیون میاد یک سری اسنادی علیه لابیستای جمهوری اسلامی پخش میکنه که ظاهر قصه اینه که این کار تضعیف جمهوری اسلامی. یعنی شما وقتی کسی بیاد روابط پشت پرده و مؤثر جمهوری اسلامی با آمریکا رو افشا بکنه، اگر افشاگری باشه که من معتقدم افشاگری نیست، گفتم به شما این افشای چهرهای سوخته است، پشت پرده نیست، پرده ای که افتاده پشت روش پیداست، ولی ظاهرش اینه که افشاگری میکنن علیه لابیست هایی که وظیفه‌شون نگهداری و حفظ روابط پشت پرده جمهوری اسلامی با آمریکاست. این از طریق تلویزیون عربستان انجام میشه که نوعی تحقیر جمهوری اسلامی، یعنی نه اینکه تنش ها کاهش پیدا نمیکنه، ظاهر قصه اینه که یک تنش اضافه، تنش جدید. یعنی عرض میکنم به طور طبیعی اگر یک گروهی مشغول لابیگری برای جمهوری اسلامی هستن که جمهوری اسلامی در جریان، به همین جد وقتی یه عضوشون میره ایران دستگیرش نمیکنن، افشای این لابی و تلاش برای خونساسازی دستاوردهای این لابی میشه علیه جمهوری اسلامی. یعنی نه تنها کاهش تنش نیست، بلکه تنش اضافه است. من دقت کن دوستان، معتقدم این افشاگری ارزش خاصی نداره، اما ظواهرش اینه که افشاگری علیه لابیستای جمهوری اسلامی و این هم تحقیر جمهوری اسلامی هم تنش. اینم نکته بعدی. اما هدف اصلی چیه؟ من با اینجاش کار دارم. ببین دوستان،
بسیار از اتفاقاتی که همه ماها رو عصبانی کرد اتفاقا بعد از برکناری رابرت مالی انجام شد، که مهمترینش این بحث 5 میلیارد و 900 میلیون دلاره. خب قبلش میگیم رابرت مالی، آیت الله مالی داشت این کارو میکرد. الان چه کسی واسطه شد که بیان افرادی رو ظاهرا زندانی آزاد کنن؟ اونم میگم اصلا بحث آزادی زندانیان بازی بود دوستان. 5 زندانی مثلا مورد حمایت جمهوری اسلامی که آزاد شدن، 3 تاشون گفتن اصلا برنمیگردیم ایران. اون دوتا من واقعا نمیدونم اصلا تو آمریکا زندانی بودن یا نه، یعنی واقعا انقدر دروغ گفته شد روزا، من مطمئن نیستم که نه، حتما الان که در زندان نبودن، اما که اصلا الان اینا در آمریکا بودن یا نه، اینجا در آمریکا تحت نظر بودن یا نه، تردید دارم. ولی حتی اگر بودن، از 5 نفری که این همه تبلیغات شد که آمریکا 5 زندانی مورد نظر جمهوری اسلامی رو آزاد کرده و در مقابل 5 زندانی دو تابعیتی از طرف ایران آزاد شدن و برگشتن، از این 5 نفر 3 نفرشون گفتن، یعنی 2 نفرشون گفتن تو همین آمریکای جنایتکار میمونیم، که یکیشون هم مرتب میگه آمریکا علیه من مرتب پرونده سازی میکنه، اما انقدر خیلی شاهد که این پرونده سازی ها به قول خودش ناحق به جای نمیرسه، میگه همین تو خود آمریکا میخوام بمونم، نمیگه بر نمیگردم ایران میرم کشور دیگه. دو تاشون گفتن میمونیم اینجا، یکیشون گفته کشور ثالث. اونم باز نمیگن. ببینید من اینو هم تردید دارم که اصلا این فرد اینجا هست نیست، زندانی زندانی نیست، تحت نظر محدودیت روش اعمال میشه نه. در نقطه مقابل گفتن که 5 نفر آزاد میشن و تا آخرین لحظه گفتن اسم 2 نفرشون به خاطر به درخواست خودشون افشا نمیشه، و بعد از اینکه اسم 2 نفر رو اعلام کردن کسی نفهمید کی بودن این 2 نفر، کی بودن، بابت چی دستگیر توی مثلا ایران زندان بودن. اصلا اسمشون ببین، مراد تاهباز، عماد شرقی، با سیامک نمازی رو هر کدوم از ما 100 هزار دفعه اسمشون شنیدیم، اما اون 2 تا اسم رو کسی نشیده بود، معینی و اون یکی خانم سادات، کسی تو نشیده بود. پس ببین قسمت مبادله زندانیان که کشکی از نظر من، اصل قصه آزادسازی 6 میلیارد دلار یا 5 میلیارد 900 میلیون دلار بوده. این کار زمانی انجام شد که رابرت مالی و تیمش ظاهرا کنار گذاشته شدن. حالا یعنی چی؟ تایید سرم خواهم میگن. تایید سرم که مهره های سوخته رو با این همه سر صدا افشا کردن، مثلا پشت پردهشون افشا کردن، لو دادن برای اینکه بازی ادامه پیدا کنه با مهره های ناشناسی که ما شما نمیشناسیم. اصل قصه اینه. یعنی به نظر من این یک تفاهمی، یعنی حتی ممکن از داخل جمهوری اسلامی هم کمک کرده باشن برای افشای این ایمیل ها، یعنی هم اسرائیل نفت برده، اسرائیل کار اصلیش کرده که رابرت مالی رو بزنه زمین، ولی مراحل بعدی جمهوری اسلامی هم ممکنه خودش حتی همکاری کرده باشه که این ایمیل ها لو رفته باشه، اصلا خودشون دستی داده باشن با توجه به ارتباطاتی که اون تلویزیون با بعضی از اصلاح طلبان ایران هم داره و اصلاح طلبان هم بالاخره جاپای هنوز تو حکومت دارن، یا اگه هم ندوشه از داخل دولت آمریکا. ولی عرض میکنم تمام کار یک افشاگری بی حاصل علیه کسانی که الان نقشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ندارن. با این کار گروه جدید رو بیمه کردن به نظرم، و به همین جد ماها نباید سکوت کنیم. یعنی اگر حتی این چیزی که من عرض کنم یک فرض با 10-15% 20% از نظر خود من که 100%، یعنی بر اساس فهم خود من اصلا اصل سناریو اینه. یه اهداف فرعی هم داره، احیای اون تلویزیون از روز اهداف فرعیشه، احیای بعضی از چهره ها جز اهداف فرعیشه، حالا مثل مثلا شاید یک نوع ارضای تمنیات شخصی سران عربستان که از تحقیر جمهوری اسلامی لذت میبرن ممکن از جز اهداف فرعیش باشه، اما به نظر من هدف اصلیش حتما این کار با همکاری خود دولت آمریکا انجام شده که مهره های سوخته رو با سر صدا افشا کنن، نونش رو اون تلویزیون رو چند نفر دیگه بخورن بدون که اتفاق خاصی بیفته، در این حال یک حاشیه امنیتی، یک پوشش در واقع پر سر و صدا، پر زرق و برق و بی حاصل باشه. تنها خاصیتش اینه که گروه فعلی که دارن لابیگری میکنن، گروه فعلی که دارن لاس میزنن با جمهوری اسلامی، حالا با هر هدفی که حالا در این مورد باید صحبت کرد، اونها تحت پوشش قرار بگیرن و از اون منحرف شه. دوستان نکته اصلی اینه که دولت آمریکا کماکان داره پشت پرده با جمهوری اسلامی لابیگری میکنه. این معنیش اقتدار جمهوری اسلامی نیست دوستان، دقت کنید. آمریکا خیلی از کارهایی که داره انجام میده این روزها 2 تا هدف داره، یکی جلوگیری از افزایش نفوذ چین و یکی هم تضعیف و تحقیر بیشتر روسیه. در این زمینه هیچ ابایی نداره با ونزوئلا هم که بره رابطه‌اش برقرار کنه، با جمهوری اسلامی هم پشت پرده لاس بزنه وقتی رئیسی میخواد بیاد اینجا به 200-300 نفر همراهش ویزا بدن، اینا انواع باج ها هست. حالا مثلا چم بیان بگن که ما
امیر عبداللهیان می‌خواست بره مسکو بهش می‌خواست بره واشنگتن بهش ویزا نرده. چون که به نظر من اصلا موضوع خیلی مهمی نبود. من اون زمان توضیح دادم ما اصلا سفارت در واشنگتن نداریم، دفتر حفاظت منافع مستقر در سفارت پاکستان داریم. امیر عبداللهیان بار چندمش داره ادامه میده، درخواست نکرده بود. اینکه تو این شرایط دارن کار انجام میدن، اتفاقا به نظر من مثل بحثی که در مورد جمهوری اسلامی داشتم گفتم، وقتی میاد اعلام میکنه که ما یه سری اسنادی از اسرائیل کشف کردیم، آدم میفهمه که از اسرائیل ضربه خوردن، میخوان حرفی بزنن. من معتقدم این چیزی که اومدن اعلام کردن که امیر عبداللهیان میخواست بره واشنگتن بهش ویزا ندادن، پر سر صدا هم اعلام کردن و رسانه ها هم خیلی رو پوشش دادن، برای این بود که اتفاقا ظاهر قصه دچار اختلاف نمایش داده بشن، پشت پرده کارشون رو بکنن. نکته مهم دوستانی که میگم، اولا خیلی تحت تاثیر، خیلی هیجان زده نشیم از این افشاگری ها، و ثانیا غفلت نکنیم از اینکه جمهوری اسلامی داره راش لاس زدن هاش ادامه میده، باج ها رو میده فقط برای اینکه تضمین امنیتی برای خودش بگیره. ببین دوستان عزیز، اینو باید توجه داشته باشیم، اگر جمهوری اسلامی باجی به آمریکا بده، یک امتیازی برای مردم ایران بگیره، منم خوشحال میشم. یارو درسته که این ممکنه یک روز به عمر جمهوری اسلامی اضافه کنه، اما بالاخره یه نفسکشی برای مردم میشه. و حالا حداقل از این جهت، با اینکه من میدونم همین نفسکش هم بعداً صد برابرش از مردم انتقام میگیرن، ولی همه ما خوب میدونیم جمهوری اسلامی اگر باجی میده، در مقابلش امتیازی برای مردم ایران نمیگیره. امتیاز در واقع تضمین امنیتی برای خودش میگیره. دنبال اینه که در مجامع بین المللی خیلی بهش فشار نیاد، با توجه به اینکه حامیان قبلیش مثل روسیه و چین هم مثل سابق ازش حمایت نمیکنن، نیاز داره که از دشمن تراشی جلوگیری کنه یا یک امتیازات و باجهایی به آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی بده برای اینکه کمتر اذیتش بکنه. این عرضی که من داشتم. ممنونم از لطفتون. خب من دارم پیوار میکنم، نکته خاصی باشه که خدمتتون میگم. بایدن میگن بایدن علاقمند به بستنی میهن شده. حالا داگ، من دیروزم گفتم فقط دلخوری من از تو اینه که یک طرفدار بیشرف جمهوری اسلامی اسم زیبای سگ رو برای خودش انتخاب کنه. تو باید اسم خامنه‌ای بذاری، اسم کفتار بذاری رو خودت و اینطوری ها. و همینقدر که نمایش میدید که میترسید و خجالت میکشید نام اصلی خودتون رو بذارید، برای ما بزرگترین پیروزیه. من ظاهرا نکته خاصی نمیبینم اینجا. خواهش میکنم مردم سیستان بلوچستان فراموش نکنید، تعقیب کنید اخبار رو، اگر حالا به هر طریقی میتونید اخبار رو منعکس کنید، انعکاس بدید. به هر حال ما هممون مدیون پایمردی مردم سیستان بلوچستان هستیم. ما هنوز یک بدهکاری در واقع کل حکومت و ملت به مردم سیستان و بلوچستان به خاطر ایستادگیشون داره. حالا حکومت دستش به خون هم آلوده است، دستش به تجاوز کرده به یک دختر معصوم در خاش و بعد در حمایت از اون متجاوز 94 نفر رو کشته، بعدش در خاش و جای دیگه کشته، و تا همین امروز هم دیدیم که چه خشونتی به خرج میدن. ولی نکته ای که من اول صحبتام عرض کردم دوباره تکرار میکنم، نکته ببین جالب، دادستان زاهدان گفته که تصاویری که از کشته ها و زخمی ها منتشر میشه الان نیست. معنیش اینه که بس قبول دارن کشتار و مجروح سازی وجود داشته. تا دیروز میگفتن اینا کار ما نبوده، نیروهای خودسر بودن، نمیدونم مأمور نما بودن، پلیس نما بودن، یا از داخل خود جمعیت یه سری افراد اومدن خودزنی کردن یا دیگرزنی کردن. حالا حداقل قبول میکنن که این کشتار بوده، ولی مال الان نیست. ممنونم عبدالصمد قلاوندی عزیز. قلاوند نیست که دوستان دیگه زحمت کشیدن من ندیدم، شرمنده‌ام، ببخشید که من قبلی ها رو ندیدم، منو ببخشید دیگه. ای وای کجا رفتی؟ ببخشید نمیدونم چرا این صفحه من پرید و رفت.
یه لحظه من ارزی بیم الان میام خدمت. خب اومدش. یه تصویری دیدم. آهان یه نکتم بگم، ظاهرن رئیسی رفته اصفهان، گفتن فاز دوم انتقال آب از دریای عمان به اصفهان رو دستور داده که خیلی سریع باید شروع بشه. مثل که قبلا فاز اول 40 میلیون متر مکعب و حالا 100 میلیون متر مکعب. من فقط یک سوال دارم، اگر حالا نمیدونم، بسیار از فعالان محیط زیست اعلام خطر کردن، گفتن کار هم هزینه‌اش خیلی بالاست و هم پیامدهای جبران ناپذیر زیست محیطی داره، حالا اونو که باید کارشناسا نظر بدن. ولی من سوالم اینه که اگر جمهوری اسلامی میتونه 40 میلیون متر مکعب آب رو از دریای عمان به اصفهان منتقل کنه، چه مرگشی که این کارو برای سیستان بلوچستان انجام نمیده؟ سیستان بلوچستان که در کناره، حداقل جنوب سیستان بلوچستان در کناره دریای عمانه، کل حقابه‌ای که قرار از حقابه هیرمند قرار از طالبان بگیرن چقدره در مقایسه با 40 میلیون متر مکعبی که قراره که از دریای عمان منتقل بشه به اصفهان؟ چرا به خود سیستان بلوچستان کار انجام نمیدن؟ همزمان هم یه جلسه نشون میده تلویزیون که رئیس بنیاد مستضعفان و معاون اجرایی نشستن این برانور، رئیسی وسط نشسته و دارن در مورد تولید چادر مشکی صحبت میکنن که الان 10 میلیون متر همش میگفت آقای فتاح، متر مربع نمیگفت، 10 میلیون متر. اول اولش گفت 10000 متر، بعد گفت 6000 متر هم اضافه میکنیم. یه نفر گفت کمه، گفت نه 10 میلیون ببخشید، یعنی اون طرف هم نگفت تو اشتباه میکنه، 10000 نیست 10 میلیونه. فتاح گفت ما الان 10000 متر، متر هم گفتم متر مربع، ما 10000 متر چادر تولید میکنیم، یه کارگاه جدید داریم میذاریم 6000 متر اضافه بشه و بعد بیشترش هم میکنیم. یه نفر گفت این کمه، فتاح گفت 10 میلیون. بعد آقای رئیس راهنمود دارن که به 100 میلیون متر مربع باید برسه، البته که متر مربع و متر مثلث اینا خیلی سرش نمیشه. ولی نکته جالبش، توصیه میکنم فیلمو برید ببینید، این فیلم حتما میتونید پیدا کنید. خودکاری که دست گرفته، خواهش میکنم اینو جدی میگم، اصلا خواهش میکنم اصلا برید نوع چرخش خودکار تو دست رئیس. من که خدا شده قبلش فکر نمیکردم که اصلا رئیسی بتونه خودکار تو دستش بگیره، جدی میگم. ولی دیدم خودکار، اینا انصافا خودم شهادت دادم، دستش گرفته و به احتمال زیاد خط خطی هم داشت می‌کرد. یعنی شما نگاه کنید اصلا چیزی نمی‌نویسه، الکی کاغذا رو جابجا می‌کنه، حرف فتح و دیگران هم گوش نمی‌کنه، فقط آخرش میگه که باید برسه به 100 میلیون متر در اصفهان چادر تولید. اصلا من نمی‌دونم کلا ما چقدر زن چادری داریم، زنای چادری چقدر نیازمند چادر مشکی هستن. یعنی قراره که ببینید، من که به شما میگم همیشه هر تصمیمی که جمهوری اسلامی میگیره، هر برنامه‌ای که می‌ریزن، حتما در پس پرده منفعت طلبی و رانتخوری و سوء استفاده و پدرسوختگی چند تا از عوامل حکومت هست. حالا برید ببینید بابت اینکه کارخونه دارن راه میندازن، بابت اینکه شما ببینید، ما فرض کنید که بیایم مثلا تقسیم کنیم، نصف جمعیت ایران خانم‌ها، خوبه مثلا حدود 5 میلیون، حتی خودم از نصف بیشتر بگیریم، به نظر شما چند درصد اینا چادری هستن؟ و از این درصدی که چادری هستن، چند درصدشون وضع مالیشون در حدی که برن چادر مشکی جدید بخرن؟ چون اتفاقا عموم افراد چادری، اونایی که حکومتی هستن که از خارج چادر مشکی میارن، حتما سوئیسیش استفاده میکنن، نمیرن چادر تولید اصفهان رو بگیرن یا از چین بهشون هدیه میدن. ولی شما به من بگید که کلا ما چند تا خانم داریم، از این خانم ها چند تاشون در سن چادر هستن دیگه، بچه‌ای مثلا از تا 8 9 ساله که چادر نمیخواد، که اینم جزء همین آمار مثلا 40 50 نفر هستن، و بعد چند تاشون چادر دنبال، چند درصد اصلا کلا چادری هستن؟ یعنی از این باقی مونده ای مثلا فرض کنیم که 10 میلیونشون زیر سن یا بالای سن که اصلا از خونه بیرون نمیان، 30 میلیون 40 میلیون چادری هستن؟ از این 30 میلیون 40 میلیون زنانی هستن که سن و سالشون اقتضای چادر داره. شما به طور طبیعی در مذهبی ترین شهر، در سنتی ترین شهر، چند درصد مردم اهل چادرن؟ حالا اینکه چند درصد اهل حجابن بماند، از اون چند درصدی که اهل حجابن، چند درصد اهل چادرن؟ و اونایی که اهل چادر هستن، چند درصدشون الان اولویتشون خرید چادره؟ بعد رئیسی دنبال این که یک کارخونه بزنه سال 100 میلیون متر مربع چادر تولید کنه. اصلا فکر کنم هر نفر 4 5 متر 5 متر 6 متر هر چادری میخواد، ولی عموما کسی که اهل چادر باشه الان چادر مشکی تو خونه‌اش داره. و میگم اکثر کسانی که جامعه هدف رئیسی هستن برای این کار، انقدر مشکل دارن که حتما اولویت اولشون خرید چادر جدید نیست. پس یه دکانی میخوان باز کنم که، و روز به روزم داره تعداد قائلان به حجاب و در بین قائلان به حجاب کسانی که چادر استفاده میکنن داره کمتر میشه.
میبینید که در آخرین روزها، در آخرین، در بدترین شرایط هم دست از سوء استفاده و بخور بخورشون بر نمیدارن. مذاکرات پنهانی عمان چه نتایجی؟ نتایج مشخصه دوستان، عرض می‌کنم جمهوری اسلامی امتیازات فراوانی میده، تضمین امنیتی میگیره و بعد یه مش پس فطرت هم تو آمریکا میشن و حمایت میکنن که ما برای جلوگیری از جنگ این کارو کردیم. باز برم میگم حرف اولام دوستان عزیز، اینا یک حرف زیبایی میزنن که کاملا رذیلانه، فریبکارانه و همراه با انواع تعفن و کثافته. ببینید دوستان عزیز، جنگ برای این بد است که ثروت کشور رو از بین میبره، برای این بده که جانهای مردم به خطر میندازه، برای این بده که احساس امنیت رو از بین میبره، برای این بده که اضطراب در کشور ایجاد میکنه. مگر ماندن جمهوری اسلامی همه این کارا رو به توان چند انجام نمیده؟ یعنی الان ما روزی داریم که ما تلفات نداشته باشیم به خاطر بودن جمهوری اسلامی، حالا تلفات اعتراضات یا تلفات خودکشی یا تلفات کسانی که از کشور فرار کنن، از این جهنم آسوده بشن و دوچار سانحه میشن، افرادی که دوچار یأس میشن، افرادی که دوچار افسردگی میشن، آمار بالای تصادفات جاده‌ای که ناشی از عدم سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی، در حالی که جمهوری اسلامی پولاشو جدی خرج میکنه در جاده‌های داخل کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنن و همین باعث میشه که افزایش تلفات جاده‌ای داریم. ببینید دوستان عزیز، بهترین جاده ها هم که درست بشه حتما ما تلفات جاده ای خواهیم داشت، همونطور که اگر بهترین واکسن ها هم داشتیم ما در کرونا تلفات داشتیم. مهم اینه که هنر یک حکومت اینه که با استفاده بهینه از ثروتاش ضایعات رو به حداقل برسونه، پیشرفت رو به حداکثر. یقینا اگر جمهوری اسلامی به جایی که به فکر بازسازی جاده لبنان باشه که اون گور به گور افتاده سربار شاطری میگفتش که ما کمتر از یک سال بعد از پایان جنگ 33 روزه لبنان با اسرائیل بیش از 200 کیلومتر جاده رو بازسازی کامل کردیم، چند هزار واحد مسکونی ساختیم، خودشون اعتراف میکنن حدود 200 هزار خانوار هزینه بازسازی گرفتن و در مقابلش جاده های ایران رو ایمن سازی نمیکنن، تلفات ایجاد میشه. کل دوستان عزیز اگر میخواید یه آماری بگیرید، ما کل کسانی که در جنگ کشته شدن که مدیونشون هم هستیم، روحشون شاد ایثارگری کردن، کمتر از 300 هزار نفر بودن. من به راحتی نمیگم 300 هزار تا خیلی ها، ولی میخوام آمار بتونم، کمتر از 300 هزار نفر بودن که حالا بعض از آمارها میگه که خیلی کمتر، حدود زیر 200 هزار تاست. ولی آیا شما میدونید که ما به خاطر اون لجبازی احمقانه خامنه‌ای بر سر واکسن آمریکایی و انگلیسی چند هزار نفر اضافه کشته شدن؟ حداقل بین 20 تا 30 هزار نفر، خیلی افراد معتقدن حداقل. این یک رقمش. میدونید به خاطر آلودگی هوا، به خاطری که جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کافی نمیکنه بر روی سیستم حمل و نقلی پاک و مطمئن و سریع که مردم نیاز دارن، چقدر ما تلفات آلودگی هوا داریم؟ خودکشی ها آمارش رو میدونید چقدره؟ تصادفات جاده آمار دارید؟ سال بیش از 20 هزار تا. شما حساب بکنید جمهوری اسلامی 44 ساله، متوسط سال 20 هزار تا، نزدیک 1 میلیون نفر حداقل در این تصادفات جاده کشته شدن. شما بگید 10% این اضافه کشته است به خاطر شرایط جاده های ما، یعنی 100 هزار نفر. شما همین دو سه تا رقمی که من میگم کنار هم بذارید، ببینید میرسید به آمار جنگ. تازه جنگ 8 ساله 200 هزار تا کشته داشته. جنگ از نظر من مطلوب نیست، ولی ببین کسانی که به بهانه‌ای که جلوگیری از جنگو بکنن، جلوگیری کنن از جنگ، باعث تداوم عمر جمهوری اسلامی میشن، عملا دستشون به خون ملت ایران آلوده است. به بهانه‌ای که جنگ نشه حکومت رو تثبیت میکنن که چندین برابر یک جنگ داره خسارت به کشور، تلفات جانی وارد میکنه، خسارتش هم که الا ماشاءالله. یک رقمش آقای همتی اومده بر اساس آمارهای رسمی گفته که ظرف 2 سال گذشته به خاطر همین تحریم‌های که ما نمیتونیم نفت بفروشیم به خاطر لجبازی خامنه‌ای، 150 میلیارد دلار کشور ضرر کرده. تو یک رقم 7 میلیارد دلار نفت فروختن به کره جنوبی، پولش نتونستن بگیرن به دلیل لجبازی، حماقت و این تعفن وجودی که بنام علی خامنه‌ای هست که گفته ما باید پولمون با دلار کار نکنیم، حالا تبدیلش کردن به واحد پول کره جنوبی. ظرف 2 سال 7 میلیارد دلار شده 5 میلیارد 900 میلیون دلار. حالا فکر نکنید پول دست شما رو میگیره ها. یه تصویری من دیشب دیدم که اگر براتون پیدا کنم،
یک هیئت 8 نفره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی رفته قطر. این خبر رسمی جمهوری اسلامی تو خبرگزاری ایرنا من دیدم، هیئت 8 نفره رفته، من افراد شمردم رو ننوشتم، 8 نفر تو طرف جمهوری اسلامی نشسته بود، به ریاست معاون رئیس کل بانک مرکزی رفتن اونجا مذاکره کنن با مقامات قطر برای تنظیم ضوابط و راهکارهای استفاده از 6 میلیارد دلار. یعنی 6 میلیارد دلار اینطوری مقدار خورده میشه، اینقدر حق ماموریت، اینقدر اصلا شما نکن آدمایی که میگن ببین اینقدر ذلت، میگن پول در اختیار ماست، برای اینکه از پولی که میگن در اختیار ماست استفاده کنن، باید هیئت بلندپایه بانک مرکزی، هیئت 8 نفره بره تو قطر بشینه با معاون بانک مرکزی قطر مذاکره کنه. ایها الناس، کجای دنیا دیدید کسی میخواد از حساب خودش استفاده کنه بعد معاون بانک مرکزیش بره؟ خب اینا هم خساراتشونه. بعد یه دیگه میگم ما جوری که برای که جلوگیری از جنگ کنیم لابیگری میکنیم که با جمهوری اسلامی مذاکره بشه، تضمین امنیتی به جمهوری. بعضیشون خیلی با وقاحت میگن، میگن ما معتقدیم باید تضمین امنیتی به جمهوری اسلامی داده بشه که خیالش راحت که دنبال سرنگونیش نیستن که اونم کاری نکنه. و اتفاقا همین آدم ها، یعنی اینها نه فقط مدیون ملت ایران هستن، اگر جمهوری اسلامی عمر نجسش ادامه پیدا کنه و بمب اتمی بسازه، هر کسی که توسط اون بمب کشته شه همین لابیستای جمهوری اسلامی مسئول خونش هستن، چون مهلت دارن. جمهوری اسلامی اگر مذاکره ای هم میکنه دنبال مهلت برای دو کار، یکی گفتم برای نابودی ایران هنوز مهلت نیاز داره که ایران کامل نابود کنه، به یکی دسترسی به بمب برای اینکه روز آخر اگه حالا در روند کارش جای دیگه لازم شد و روز آخر هم به سر ملت ایران بزنه. هر کسی هم که اگر بمبی جمهوری اسلامی بسازه، حتی اگر بمب نسازه، به خاطر نشت مواد رادیواکتیو از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، به خاطر هر ناامنی هسته‌ای که ایجاد شه، هر خسارتی که وارد شه، این بی‌شرف‌های پفیوزی که لابیگری برای جمهوری اسلامی می‌کنن، اینها مدیون هستن. خب ممنونم دوستان عزیز. ببخشید هسته. من روی ایرنا دیدم این عکسی که میگن، عکس مقامات جمهوری اسلامی در حال مذاکره با مقامات قطر، اگر خواستید اونجا ببینید. امیدوارم که بتونید پیدا کنید. من اینجا الان یه لحظه مریضی من تو موبایلم دارم اینو بفرستم بشید بتونش رو یه لحظه بذارت کنم. ببخشید من. من ببخشید دوستم، متاسفانه پیداش نکردم. من شرمنده شما هستم، ولی به هر حال دیگه خواستید خودتون پیداش کنید. خیلی همین مذاکرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قطر ببینید، یه هیئت 8 نفره نشستن، تو خبرگزاری ایرنا خبرش اومده بود و به هر حال این وضعیتی که جمهوری اسلامی درست کنم. یا حتی پولا وقتی از بین میره اینطور نیست که شما فکر کنید که فقط اینجا از بین میره، حتی در پولا هم که میگن داریم میگیریم خبری از پولیس. این عکسه حالا تو روزنامه آسیا من پیداش کردم، اینجا نگاه کنید، این عکس، این همین عکس هیئت اعزامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی رفته داره با هیئت با مقامات قطر مذاکره میکنه در مورد نحوه استفاده از این 5 میلیارد و 900 میلیون دلار. خب ممنونم از همراهیتون دوستان عزیز، ممنون که حوصله میکنید. بعضی وقتا این یه خورده بی‌نظمی منو باید یه تحملم کنید دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید. من بذار آخرین لحظه هم پیام رو نگاه کنم، اگه نکته خاصی نباشه دیگه از خدمتتون مرخص بشم.
خب دوستان مطابق معمول ازتون خواهش میکنم که حالا زمینی که دوباره حرف اول رو یادآوری میکنم، دعا برای خانم فاطمه سپهری فراموش نکنید، یاد مردم سیستان و بلوچستان رو فراموش نکنید که قهرمانانه ایستادن و نکته آخرین که لطفاً سابسکرایب رو فراموش نکنید، خیلی مهمه. کسانی که سابسکرایب میکنن نوتیفیکیشن میگیرن و برنامه ها رو میبینن. خب من آدم خود آزاری که اینجا میشنه نوشته شما حرف جدید نزدی، چون احساس میکنم رو درواسی میکنه به جا حذفش میکنم که دیگه نه، اینجا واقعا خود آزاریه. کسی که احساس میکنه اینجا حرف مفید زده نمیشه میره میشینه، این حتما خود آزاریه و نیاز به یک پزشک متخصص داره. خب دوستان عزیز، در مورد آقای زیدآبادی سوال کردید. من صحبت متن آقای دانشفر رو خوندم، آقای ناصر دانشفر که نوشتم. من و آقای قمیچی رفتیم دیدار آقای زیدآبادی و مشخصا یکی از موضوعات اصلی بحثشون حرفای من بوده. میگه از زیدآبادی پرسیدیم که حرف واحدی چه مشکل، البته اونجا گفته عباراتی که واحدی به کار برد تنده اما حرفش درست بوده، شما چه واکنشی داری؟ بعد نکته جالبش این بود، که آقای زیدآبادی گفته که من با توجه شناختی که از واحدی از قبل داشتم ویدئوشو درست هم اولش نگاه کردم دیگه ول کردم. حالا اشکال نداره کسی، آقای زیدآبادی احترام میذارم بهش، دوست نداره ویدئوی منو ببینه، اما اینکه بگه با توجه به شناختی که از قبل داشتم علاقه نداشتم ویدئوشو ببینم، خب اگه کسی ویدئو رو ندیده کامل اظهار نظر حق نداره بکنه، جواب حق نداره بده. اما اگر واقعا حتی اگه حرف درست باشه، من ارجاعتون میدم به همون اظهار نظری که آقای زیدآبادی درست بعد از ویدئوی من داشت که میگه من تا کنون شناختم از واحدی فلان بود فلان بود فلان بود، اما اینجا در پاسخ به آقای دانشفر میگه که با توجه شناختی که من از قبل از واحدی داشتم علاقه نداشتم ویدئوشو ببینم، همون که اولش دیدم دیگه ندیدم. ایناش خیلی مهم نیست، ولی نشون میده که افرادی مثل آقای دانشفر، یعنی بحث این نیست که بحث داخل و خارج نیست، افرادی که اهل جبهه بودن، طرفدار جمهوری اسلامی بودن، الان هم افراد متدینی هستند، مثل آقای نصیری، مثل آقای دانشفر، مثل آقای های شیرازی، مثل آقای رحیم قمیچی که سالها اسیر بوده در جنگ ایران عراق. اونها هم از این که کسی از جمهوری اسلامی طرفداری کنه عصبانی میشن به هر نوعی. البته آقای زیدآبادی ادعاشون اینه که از جمهوری اسلامی دفاع نکردن، معتقدن که ما هر روزنه‌ای که باز میشه حتی توسط جمهوری اسلامی باید استقبال کنیم. حالا من نمیدونم واقعا روزنه باز شده یا نه، تشخیصش با داخلی است. من هم اینطور آقای جلال صالح امیدوارم که ایران جایی باشه کسی مهاجرت نکنه، که حرف درستی نیست. شاید کسی حتی از پیشرفته ترین کشور هم ممکنه نفر دلش بخواد مهاجرت کنه، اما کسی از سر ناچاری امیدواریم هیچ وقت از ایران مهاجرت نکنه. من رتبه دانشگاه هم واقعا یادم نیست. ببینید که دوستان نوشتن که یکی از دوستان میگفت آمریکا با جمهوری اسلامی میگفت آمریکا با جمهوری اسلامی مذاکره نخواهد کرد فقط تا انتخابات. ببینید این بحثیه که من بارها گفتم، جمهوری اسلامی و آمریکا هر دوشون دنبال فرصت خریدن هستن، هر کدوم با یک هدف. جمهوری اسلامی سالهاست دنبال فرصت خریدن است برای اینکه به بمب اتمی برسه یا حداقل ظواهر قصه طوری سامان پیدا کنه که آمریکایی‌ها وقتی میخوان برن مذاکره کنن با جمهوری اسلامی بهانه داشته باشن بگن خیلی خوب اینا دیگه متاسفانه به بمب نزدیک شدن، ما ناچاریم ما شما مداره کنیم. یعنی به نظر میاد یک نوع فرصت سازی که خود آمریکایی‌ها یاد جمهوری اسلامی یاد دادن که آقا ما به تو فرصت میدیم تو برو مثلا برس به یه مرحله خاصی از بمب سازی، بعد میگه آخه از اسمون در رفت حواسمون نبود و جمهوری اسلامی الان دیگه به مرحله رسیده که ما ناچاریم ما مداره کنیم. از طرف آمریکایی‌ها خودشون هم به خاطر مسائل داخلیشون نیاز دارن که یه زمانی بگذره، وقت بخرن مثلا تو انتخاباتشون. یعنی بحث ترجیح منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی در همه کشورها هست، منتها در بعضی کشورها مثل جمهوری اسلامی دیگه رویه است و با وقاحت انجام میشه، اینجا ناچارن یه رنگ و لعاب ظاهرا دموکراتیک بشن. ممنونم امیر جباری عزیز. خب
آقای حمید محمدی عزیز، من والله درسته که فرزند رسول الله هم، با علم غیب ایشون به ذهنم نرسید که با سلام و خسته نباشید خدمت آقای واحدی، آیا اطلاعی دارید نظر شما راجع به ایشان چیست؟ راجع به کیشان من نمیدونم، من به خدا علم غیب ندارم، مگه قبلا سوال کرد من ندیدم؟ اگه ندیدم شرمنده. بله آسد زیاد، مشکل مردم با هیچ کاری جمهوری اسلامی جز مشکل سازی کاری نداره، اما با احداث کارخونه چادر یه الدنگ انگلزاده یه پولی به جیب میزنه و بخور بخوری میکنه، وگرنه همین الانش هم به اندازه بیش از مصرف مردم چادرمشکی در بازار هست برای کسی که اهل چادرمشکی باشه. اونایی که عرض میکنم سران کشور شما برید ببینید واقعا چادری که سر خانم این معاون هر جایی رئیسی انسی خزری چادر که سرش میکنه چادر کارخانه داخلیه، یا چادری که همسران این مقامات سرشون میکنن، یا بسیار از این خانم های نماینده مجلس، برید ببینید چادرشون جنس کجاییه. این که آقای زیدآباد در مورد من صحبت کردن مهم نیست، من که جز مقدسات نیستم، ولی من رو چیزای بحث میکنم که بحث کلی، یعنی همین که عرض میکنم خدمتتون که ایشون بیاد توجیه کنه که چرا مثلا گفته وضع آزادی مطبوعات الان بهتر از تمام 36 سال گذشته است، این که اینا رو توجیه میکنه، اگر اینکه ایشون حالا مخالف من باشه، نه مخالفت ایشون با من البته حتما خوشحال میشم که طرفدار بیشتر داشته باشم، اما نه موافقت ایشون چیزی به شأن من اضافه میکنه، نه مخالفت باعث میشه که من مثلا خودکشی کنم. تنها اثری که داره، من مادر بزرگم همیشه میگفتش که آخ خیلی ناراحت شدم امشب تا صبح که میخوام پشت چشمم تا صبح بازه، نه خود چشمم، پشت چشمم تا صبح بازه. من بعضی افراد که مخالفت میکنن اون شبش رو حداقل یکی دو شب تا صبح پشت چشمم به خاطر اونها بازه. رئیس مجلس زمان شاه آخرینش عبدالله ریاضی بود که اعدام شد بعد از آن. رئیس مجلس سنا تا قبل از اینکه شریف امامی نخست وزیر بشه شریف امامی بود، نمیدونم بعد یادم نمیدونم بعد از شریف امامی کی شد رئیس مجلس سنا، سالهای طولانی شریف امامی رئیس سنا بود، رئیس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی بود. جنس عبای اروپایی، اگه عبا میخواید جنس خوب، یه عبای آخوندا استفاده میکنن، پولدارشون که خامنه‌ای موقع استفاده میکنه، یه تازگی رئیسی هم استفاده میکنه با عنوان عبای خاشیه، خیلی لطیف و نرمه. مثلا یکی از چیزایی که خودشون عادت دارن به عنوان بازی، اینو کاملا لولش میکنن کاملا، بعد از توی حلقه انگشترشون ردش میکنن، یعنی اینقدر لطیف و نازک و خیلی هم گرونه، خیلی گرونه اون عبای مردونه. حالا عبای زنونه دیگه نمیدونم. نه دوست عزیز رامتین صدیق عزیز، این که ایمیل ها برای جلوگیری از تفاهم بوده، نه تفاهم انجام شده، پولشون رو گرفتن. اینو من معتقدم اسرائیلی ها برای اینکه حالگیری کنن از بایدن. خانم لیلا یا لیلا جهانی، نمیدونم سوالتون رو من ندیدم که چرا جواب ندادم. خسرو خوبان درود بر همه زندانیان سیاسی، معمولا ما در همه صحبت ها به بهانه های اسم زندان میاریم و اسم شهدا رو. دوباره من درود میفرستم به محمد مرادی عزیز. بله این نکته هم خسرو توکل نوشتن که نیروی دریایی میخواد پایگاه دائمی در قطب جنوب بزنه. من مصاحبه فرمانده نیروی دریایی شهرام ایرانی رو دیدم که حالا به نظرم اسم مصنوعیه، چون قرار نیست کسی که اسم ایرانی داره اصلا کاری کنه از این کارهای. حالا میگفتش که ما چون از سواحل مکران، من واقعا نفهمیدم، میگفت از سواحل مکران چون دید داریم نسبت به قطب جنوب، من حالا مثلا چجوری میشه، من اینو واقعا تخصص ندارم، شاید هم باشه، پس مالکیت اونجا داریم و میخوایم بریم پایگاه دائمی اونجا بزنیم. من همونجا روی چیز نوشتم، روی اینستاگرام نوشتم که حالا قربون شکلت داریم قطب جنوب میری سر رای سرم بزن توی افغانستان حقابه رو از طالبان بگیر، بعد برو قطب جنوب پایگاه دائمی بزن. یعنی حرفای صدمن چی میگن، صدمن یه غاز بی ارزش. حالا اصلا شما حکومتی که
در تأمین آب و برق برای کشورش مشکل داره، مثلا پایگاه تو قطب جنوب زدن چه ارزشی داره من نمیفهم. میگم این از اون چیزاست که میدید باز از اوناست که بی حساب کتاب میشه خرج کرد. یعنی شما اگه بگی من مثلا من میخوام یه ساختمون 15 طبقه وسط تهران بسازم، میتونی 5 برابر قیمتش بخوری از کاری که تو پیمانکارای دولتی میکنن، ولی پایگاه زدن تو قطب جنوب شما 1000 برابر مبلغش بگو هزینه کردم، بعدم پوز میدی که ما تو قطب جنوب پایگاه داریم. شوخی میکنه اکبر آقا نوشید که در مورد تیم تحقیق در مورد اتفاقات آبان قرار بود واقعا تحقیق بکنن. اگه خوب اینه که رئیسی که حرفش زده گفته اینا توطئه دشمن بود، زن فاحشش هم که میشینه تو نیویورک میگه که اینا که کشته شدن همش طرفدار جمهوری اسلامی بودن. بس که تحقیق یعنی چی؟ آرش علایی از سوالتون چوب من ندیدم، باور کنم من سوال میگم. آقای عبدی عزیز من با شبکه کلمه با هم اصلا خیلی صحبت نمی کنم. امروز مثلا بعد از یک ماه با من و توی صحبت داشتم، خیلی کم با تلویزیون ها صحبت میکنم، با کلمه که حتما صحبت نخواهم کرد. نوشتن که نمیدونه قطب جنوب فقط 3 کشور پایگاه دارن و عضو کنوانسیون هستن با قطب شمال اشتباه گرفت. حالا من که نمیدونم، نه لازم نیست اشتباه بگیرن، یه حرفی طرف میزنه و میره. من قبلا گفتم بهتون دیگه، گفتن این داستان اون پادشاهی که شعر پیشش خوندن، شاعر شعر خوند و پادشاه خوشش اومد گفتش که یه کیسه زر به ایشون بدید. طرف رفت گفت حالا که نمیشه برو فردا و فردا برو پس فردا بیا. یک سال تمام بابا رو شاعر رو بردن آوردن کیسه زر رو بهش ندادن. درست یک سال بعد دوباره همون مناسبت خدمت اعلیحضرت رسید و گفتش که قربان یادتونه پارسال شما دستور دادید که کیسه زر به من. گفت آره آره. گفت ولی به من ندادن. گفت قرار نبود بدن، تو یه شعری خوندی من خوشم اومد، من همیشه گفتم تو خوشت بیاد این به اون در. حالا اینا که قرار است که هر یه چیزی میاد که آقا خوشش بیاد، دنبال اجرا که نیستم، آقاش رو فراموش میکنه خود. اصلا ببین من دوستان بسیاری از حرفایی که میزنم، بسیاری از کارهایی که میکنم، بسیاری از تصمیماتی که میگیرم، بسیاری از خالی بندیایی که میکنن، بسیار از اقدامات آدمخوارانه‌ای که میکنن از جمله دستورات آتش به اختیاری که انجام میدن، نشون دهنده که خودشون میدونن موندنی نیستن. حکومتی که ماندنی باشه یکم چه کارایی نمیکنه. کسی که میگه پایگاه در قطب جنوب میزنن، مثلا ببین وقتی خامنه‌ای گفت 25 سال دیگه اسرائیل از بین میره، مطمئن بود 25 سال دیگه خودش نیست. یه چیزایی نمیگن که مثلا 3 ماه بعد، اگرچه اینا اصلا مگر رئیسی نگفت 4 میلیون خونه میسازیم نساخت، حالا تازه طلبکارم شده که چرا قبلی نساختن؟ مگه نگفت، مگه روز تحلیفش نگفت، روز تنفیذش که خامنه‌ای حکمش تنفیذ کرد اونجا گفت مردم از تورم 40% خسته شدند و از ما میخوان تورم از ما ببریم. حالا میاد یه روزی که من دولت تحویل گرفتم تورم 63% بود، حالا رسیدم به 44%، که بازم دروغ میگه. یعنی پارسال آخر سال گفتش که ما تورم 63% که تحویل گرفتیم رسوندیم به 40%، به 44%، که اصلا روزی که تحویل گرفته خودش گفت 40%. مرکز آمار حالا آمار داده که تورم 53% اول سال، یعنی که پارسال اسفند میگفتش که تورم رسوندن به 44%، حالا مرکز آمار میگه تورم 53% ابتدای سال رو رسوندن به 40%. اصلا اینه که قرار نیست به کسی جواب بدن که محسن آقا شمس اونجا خلاصه ما اومدیم به اون تخفیف بدیم نشه. من دارم فرودگاه میزنم. خب من هواپیما اختصاصی ندارم دیگه، کاش که یه چیزی انجام بدید که من بتونم بیام اونجا. آیا اطلاع راجع به حسن خمینی دارم؟ آره خبر دارم، خیلی بی‌شرفه. امروز گفته که چرا همه چیو به گردن امام میندازید؟ پس به گردن کی میندازیم؟ اون الدنگ این سیستم گذاشت، اون بی‌شرف اومد ولایت فقیه رو پایه‌گذاری کرد در کشور. دوست عزیز منم تو ذهنم اومد یه مدت جواد سعید بود، داره تا اونجا که من یادمه عبدالله ریاضی آخرین رئیس، بله جواد سعید هم رئیس مجلس بود، نمیدونم حالا بحث با شما نمیکنم، شاید شما درست بگید، ولی میدونم عبدالله ریاضی جزء کسانی بود که با اون رئیس هم اول انقلاب اعدام شد. جواد سعید هم رئیس مجلس بود، بله. خیلی ممنون برای امید عزیز.
امیر مستقیم از برو بزرگترت رو بگوید سوال کنه تا من به بزرگترت جواب بدم. خب ممنونم دوستان، خیلی متشکرم از همراهیتون. دیگه من سوال جدیدی نمیدم. بله، اینو که نوشتن آقای احمد نوشتن امسال 20 هزار مدیران مدارس تغییر دارن، اینو رسما از جمهور فرمایش که ما برای در راستای اداره انقلابی مدارس 20 هزار مدیر رو عوض کردیم، در شرایطی که خودشون میگن خیلی از مدارس معلم نداره، نگران مدارسی که معلم دارن نیستن، اما برای روند انقلابی مدارس 20 هزار مدیر رو عوض کردن. و جالبم هستش که وقتی بهش میگن خب حالا چند تا مدرسه معلم، گفته بود ما تا نیمه های مهر ماه، که من گفتم من نمیفهمم نیمه های مهر ماه یعنی چی. حالا از میگن اواسط مهر مثلا میشه 12 13 تا 17 18، اما نیمه های مهر نمیدونم یعنی چی. در روش گفته تا نیمه های مهر ماه مدارسی که معلم ندارن براشون معلم تأمین میکنیم. بعد خبرنگار پرسیده که چند تا مدرسه معلم ندارن، گفته نمیدونم. یعنی کسی که با قاطعیت میگه که معلم تامین میکنیم میگه نمیدونم چند تا مدرسه معلم نداره، ولی در عین حال افتخار میکنه به اینکه مدیران 20 تا مدرسه رو عوض کرده. خب ممنونم پورداد آریا. با جناب رئیسی چونتون کسی که میره دختر علاقه رو هدار میگیره حتما یه الدنگی مثل رئیسی باید باشه، قاعدتا آدم حسابی نمیتونه باشه. خب ممنون از دوستان عزیزم، ممنون از همراهیتون. زمان برنامه 2 ساعت. دوستان من توضیح دارم، ببینید من زمان پخش میکنم زمانی که انتخاب کردم چند دلیل داره. یکی این که بسیار از افراد در داخل کشور هم متاسفانه با شرایطی که جمهوری اسلامی درست کرده 2 شیفت 3 شیفت کار میکنن، ساعت 10 شب تا برن خونه شام چیزی بخورن، یه بخششونه. یه بخشش بسیار از مخاطبان من در کشورهای دیگه هستن. من میدونم به برکت جمهوری اسلامی دیگه بیخوابی در ایران اپیدمی همه بیدارن، اما من اگر بعد ساعتی باشه که در آمریکا و اروپا هم کار بکنه، ببینید نگید ایران، بله ایران در اصل قصه است، همه کار در ایران باید بشه، ولی مخاطبان باید در نظر گرفت. ضمنی که عرض میکنم بسیار از افراد در داخل کشور هم اوائل شب گرفتارن، یا سر کار دوم و سوم چون هستن، یا به هر حال گرفتاری خانوادگی اینا دارن. معمولا 11 12 شب به بعد برای کسایی که میخوان محبت کنن بشن حرف رو گوشان بهتره. من میگم اگر حالا یه موقع شاید بتونم نظر سنجی بذارم، اگر ببینم اکثریت مخاطبان چی میگن، لیلی خانم یه اوسر سر رفته، حتما تغییرش میدم. برای من تفاوت زیادی نمیکنه. عرض میکنم میگم فقط اینجا به خاطری که شما همین ساعتی که من اینجا مثلا 3 و 4 بعد از ظهر که اینجا با برنامه میذارم، تازه بخشی از مثلا ایالتهای آمریکا مثل کالیفرنیا و اینها، حالا هاوایی اون که دیگه هیچ اصلا به کار ما نمیخوره، تا 5 6 ساعت با اینجا اختلاف داره، تازه اون عقب تر از اینجاست، ولی کالیفرنیا 2 3 ساعت با اینجا اختلاف داره، با یعنی با ایران، حالا اینطوری میگم با ایران کالیفرنیا 11 ساعت و نیم، که الان که ایران ساعت و نوارد جور 10 ساعت و نیم اختلاف داره. یعنی شما حساب بکنید که من باید مثلا 12 شب ایران میشه تقریبا 1:30 بعد از ظهر کالیفرنیا. اینا هم شما توجه داشته باشید. خب خیلی ممنون دوستان، من باتری به شدت شد 5% دیگه، باید از خدمتتون مرخص شم. لطفا لایک رو فراموش نکنید اگه مطلب قابل لایک میدونید، سابسکرایب رو فراموش نکنید، کامنت حداقل کنم به زبان انگلیسی، و اگر لطف کنید یه سری به لینک پیپال هم بزنید ممنون میشم. خدا نگهدارتون.